در این بخش از برنامه خدمت یکی از سعدی‌شناسان برجسته ایران جناب آقای دکتر ضیاء موحد هستیم که همه با کتاب تکنگاری ایشون درباره سعدی آشنایی دارند و بحث آقای دکتر موحد هست دو شاعر زبان آفرین سعدی و یونس امره. آقای دکتر موحد بفرمایید. سلام علیکم. خوش آمد میگم به دوستانی که از ترکیه تشریف آوردند و چند نکته خدمتون عرض میکنم و مرخص میشم. معمولا من صحبت کردنم طولانی نیست. وظیفه زبان آفرینی رو به عهده شاعرها گذاشتند. این نکته خیلی مهمی است. ما نثر نویس داریم، اما اگه توجه کرده باشید ترکیبها، استعاره ها، تشبیه ها، اون چیزهایی که ما از حفظمونه اغلب مال شاعراست. چنین وظیفه ای به عهده نثر نویسا گذاشته نشده است. و هر بار زبان ضعیف میشه، پرتصنع میشه، پرتکلف میشه، این شاعرها هستن که باید درستش کنن. معجزه بزرگ سعدی این بود که در زمانی که مغول‌ها کتاب می‌سوزوندن و اصولاً مخالف شهرنشینی بودن، مخالف تمدن به معنای مدنیت، شهرنشینی، در این زمان یه مرتبه سعدی مثل یک معجزه ظهور میکنه و کار میکنه که گلستان و بوستانش میشه کتاب درسی و زبان فارسی رو اطلاع میبخشه. جالبه که به عقیده اکثر محققان شیراز قبل از سعدی شاعر نداشته. اگر هم داشته آنچنان نبودن که سنتی پدید بیارن، ولی سعدی یک مرتبه سنتی پدید میاره و شیراز مهد شعر میشه. جالب این است که مرحوم فروزانفر در سخن و سخنوران که تاریخ ادبیات رو تاریخ سیاسی نمی کنه مثل ذبیح الله صفا و دیگران، بلکه از روی سبک میره جلو، سبک عراقی، سبک خراسانی، به سبک شیرازی هم اشاره میکنه. ولی ظاهراً من این را از آقای دکتر شفیعی هم پرسیدم که شاگرد ایشون بود و نزدیک، گفتم این سبک شیرازی که ایشون میگه چیه؟ و ایشون گفت من از مرحوم فروزانفر نشنیدم دیگه این فرق و راجبش هم دیگه صحبتی نکرد. ولی حدس میشود زد که اون خط زبانی و اون قدرت بیانی که سعدی در شعر آورد، این به شکل یه سنت در آمد. یونس امره از این نظر شبیه سعدی است. یعنی در زمانی که همه فارسی صحبت میکنن، عربی و فارسی خوب میدونند، شاعر بیاد و فقط به زبان ترکی شعر بگه و اون هم زبان محاوره، زبان گفتار، زبان فولکلور، یعنی زنده ترین زبان، زبانی که شاعر باید از این زبان تغذیه بکنه، زبان ادیبانه و فاخر و پرتنتنه و چیزی که شاعران جوان ما ازش فراری هستن و به حق فراری هستن. این زبانی نیست که امر باش کار بکنه، این به سمت مردم و زبان مردم میره. و بعد یونس امره هایی که پیدا میشن، این مسئله مهمه، یونس امره هایی که پیدا شدند و احتمالاً شعرشون وارد شعر یونس شده و به او انتساب پیدا کرده، اینا تو همون سنتن. یعنی ما همه اینا رو یونس امره میدونیم. من نگران نیستم که بعضی از شعرهایی که به یونس امره نسبت میدن مال یونس امره نباشه، این مال همون سنته. کما این که معتقد نیستم
شعرهایی که به شاهنامه یا حافظ اضافه شده بله میاریم اگه بتونیم، میگیم اینا ملحقاته، ولی اینا جزء سنت شاهنامه خوانی است، جزء سنت حافظه. بهترین ابیات شاهنامه باور نمی کنید، بهترین ابیاتی که نقالها در قبهان ها می خوندن از فردوسی نیست. اگر جز به کام من آید جواب من و گرز میدان افراسیاب، نیخ بل فردوسی. درید و برید و ببست و شکست که میگن زیباترین لف و نشر زبان فارسی است، نیست، مثل اینکه مال فردوسی نیست. حالا چون ایران مباشد تن من مباد که اصلا شعر سستیه، حالا اون مال فردوسی نیست، اون یکی اصلا نباشه، ولی خیلی شعرهای دیگه هست، خیلی شعرهای زیبای دیگری هست که از فردوسی نیست، ولی نمیشه دون را هست، اینا جزء اون سنته. بنابراین من نگرانی ندارم، و الا کسی که زبان ترکی نمیدونه جرأت نباید راجع به یونس امره حرف بزنه. من میگم این مال همون سنته و همون دقت. و اما یک شعر من از یونس امره پیدا کردم، سعدی خودش این نکته رو بگم و به اون بپردازم، سعدی خیلی متوجه این نکته هست که داره با زبان چه کار میکنه. زبان زمین به تیغ بلاغت گرفتی ای سعدی، سپاس دار که جز فیض آسمانی نیست. بدین صفت که در آفاق صیت شعر تو رفت، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. یونس امره یه شعری داره به اسم کلمه. این شعر خیلی توجه من رو جلب کرد. یک کلمه از کسی که ارزش کلمه ها را میداند، میتواند چهره را نورانی کند. یک کلمه که در سکوت پرورده شده باشد، نیروی عظیمی برای کار مییابد. جنگ با یک کلمه پایان مییابد، زخم ها را یک کلمه شفا میدهد. کلمه ای هست که زهر را عسل می کند، بگذار کلمه در درونت بالغ شود. اندیشه ناپخته را به زبان میاور. یک کلمه می تواند جهنمی را تبدیل به بهش کند. من سه سطر آخرش رو می خونم، بقیهش را هم در ذهن براتون می گم. یونس از قدرت کلمه ها حرف آخر را بزن. سبک یونس اینه که در آخر پایان بندی هاش فوق العاده قوی است. البته من راجع به اون صحبت نمی کنم، پایان بندی های شاعر خوب باید قوی باشه و یونس معمولا پایان بندی شعرش فوق العاده قوی است. یونس از قدرت کلمه ها حرف آخر را بزن، تخلص هم میاره. تنها کلمه من است که مرا از خدا جدا می کند. خیلی نکته عرفانی جالب است. خب حالا من از همین شعر میخوام بگم یه شباهت جالب یونس امره با سعدی دارد و اون وحدت موضوعیه. ببینید بعد از حافظ به قدری غزل پراکنده شد، پراکنده گویی شد، که اصطلاح پاشان را برای غزل به کار بود، گفتن شعر پاشان، ولی در سعدی اینجور نیست. سعدی غزلیات عاشقانش یک پارچه، یک پارچه است و یک پارچه اجازه بدید من اینو بله عرض می شود که یونس امره موضوع رو حفظ میکنه، اما گاهی هم دور موضوع یه نوسانی میکنه، ولی خودش نزدیک به موضوع نگه میداره، اما اونجوری دور نمیشه که در غزل فارسی بعد از حافظ شد. مثلا همین شعری که من براتون خوندم، این چند تا سطر مال همونه. راه رهروان را در پیش گیر، فریب آن چه بیش از این میدان پیش از این میدانستی مخور. اول اندیشه بانگهی گفتار، درمان هرزگو روح را داغ ننگ میزند. باز همون کلامه، راجع به کلامه، ولی خیلی تو خطش بقیه مصرها نیست. نکته دیگری که این دوتا رو به هم خیلی نزدیک میکنه، پندآموزیست، ادبیات پندآموز. این یه نکته، این یه داستان مفصلیست که آیا که ارتباط ادبیات و اخلاق چیه؟ آیا می شود ادبیات بدون اخلاق داشت؟ ادبیات بی اخلاقی داشت؟
بسیاری از محققان به خصوص در انگلیس معتقدند جوهر ادبیات اخلاق، و البته پند و اندرز مکان بسیار بالایی دارد. همتون هم میدونید که شاعران کلاسیک چه اندازه پند و اندرزگو هستند. یوسف امره از این نظر خیلی شبیه سعدی است و خیلی مضمون ها نزدیک به همه. سعدی خودش این مسئله رو میدونه، میگه در همه عمر توانم که نصیحت گویم، یا ملامت کنم و نشنود لا مسعود. خوی سعدیست نصیحت چه کند گر نکند، مش دارد نتواند که کند پنهانش. حالا از یونس امرت یکی دو مورد میخونم من نظیرش تو سعدی. معرفت باید کامل باشد، معرفت یعنی معرفت به خود، قلب و روح. اگر نتوانی خود را بشناسی، همه خوانده های تو از هدف خود دور می افتند. سعدی، علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. در کیمیای دولت جاویدت آرزوست، بشناس قدر خیش که گوگرد احمری. دوباره از یونس امره، نلاف خواندن و احاطه بر علوم را بزن، نلاف عبادت و طاعت. اگر انسان را چون خدا ندانی، همه آموخته هایت برفناست. دعوی مکن از سعدی، دعوی مکن که بر دیگران برترم به علم. چون کبر کردی از همه دونان فروتری، از من بگوی عالم تفسیر گوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. اما دو تا تفاوتم فکر کردم اینا دارن. قضاوت اینها دیگه با دوستان اهل زبانه که ببینن این حرف که من میزنم چند اندازه درسته. شما بعد منو راهنمایی کنید، چون من از ترجمه انگلیسی دارم اینو میگم، از ترکی به انگلیسی ترجمه شده، از انگلیسی بدنم به فارسی ترجمه میکنم، و از قرار معلوم ترجمه انگلیسی ادیبانه شده. زبان خود یونس امره، اون زبان صمیمی چیز دیگریه. یکی این که از عجایب این که یونس امره شعر عاشقانه مثل سعدی نداره، یا من ندیدم. اون شعرهای عاشقانه که از اول تا آخر عاشقانه است در سعدی، مثل یک شبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چه عود برا تش دهن غم نخورم، یا مشنای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. کس در نیامد است بدین خوبی از دری، هرگز نزاده همچو تو فرزند مادری. در یونس امره نیست. یونس امره شعرش عاشقانه هست، اما عاشقانه عرفانی. تفاوت دیگری که بین این دو هست، نوع عرفان این دو تاست. عرفان سعدی، البته بگم شعرهای عاشقانه سعدی شعرهای عاشقانه زمینی ها، زمینی و جسمانی و انسانی. استاد این فن در زبان فارسی سعدی است. بقیه همه گریز زدن به آسمون و دریا و صحرا و فلان، ولی سعدی میمونه در جامعه انسانی، در عشق انسانی میمونه، باقی میمونه. عارفانه های شعرهای عاشقانه عارفانه یونس امره دو شطحیاتی دارد که در سعدی نیست. یعنی اون اغراق‌گویی های تصوف، یعنی شدیداً تحت فضای تصوف عرفانی صوفیانه قرن هفتم. شما در سعدی این گونه چیزها رو پیدا نمی کنید. یکی از عارفانه ترین شعرهای سعدی اینه: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. ولی شما سر تا سر اینه که بخونی: پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت ارادت هم از اوست. و در نهایت میگه: رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. اما یونس امره نه دیگه، حد و حدود نمیشناسه. در من به دقت با دیده الهی بنگر، تا بر تو عیان شوم، زیرا پیش از آن که به این شکل درآیم، هزارها شکل داشتم. من پیش از آدم آفریده شدم،
پیش از آن که روح در این بدن درآید، پیش از آن که شیطان مردود شود، زمانی دراز ستاره‌ای بودم در آسمان، خانه من آنجا بود، در این دنیا جایی ندارم، مکان و ایستگاه من آنجاست، سلطنت من آنجاست، تاج و تخت من، ردا و اسب بهشتی من آنجاست. اونایی که از این عرفان بسیار غلیظ خوششون میاد میتونند لذت فراوان ببرند. این تفاوت رو من بین عرفان سعدی و عرفان یونس امره میدیدم. ضمناً اینم بهتون بگم، من در یونس امره شعری که راجع به خودش حرف بزنه ندیدم. خب شعرها حدیث نفس میکنن، ولی یه شعر استثنایی توش دیدم و من این شعر استثنایی رو میخونم و حرفم تمام میکنم. آیا کسی چون من اینجا هست، غریبی تک افتاده، با قلبی مجروح و چشمی گریان؟ هیچ کس چون من تنها مباد، به خود پیچان از درد، غریبی تک افتاده. میگویند آن غریب محزون در گذشته است و سه روز بعد بدنم را در آب سرد میشویند، غریبی تک افتاده چون من. یونس نه رحم میطلبد نه یاری، نه چاره‌ای برای این مصیبت، از دیاری به دیاری دیگر میرود، غریبی تک افتاده چون من. متشکرم.